در حالی که هر روز بر تعداد مناطق درگیر سیل افزوده می شود و در برخی نقاط در غرب ایران وضعیت فوق‌العاده اعلام شده، برخی منابع رسمی از میزان بالای خسارت به بخش‌های مختلف کشاورزی، راهسازی و تخریب ده‌ها پل و جاده خبر دادند. گزارشی از بابک راد. 23 استان ایران در بیش از دو هفته اخیر درگیر بارندگی شدید بودند که تاکنون خسارات سنگینی را متحمل شدند. مدیر کل ابنی فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایران میگوید در بارندگی‌های نوروزی امسال نزدیک به 400 دستگاه از انواع پل‌ها عمدتاً در راه‌های روستایی تخریب شده و نزدیک به 5000 دستگاه پل آسیب دیده است. به گفته شعبان علی خاوری، همچنین نزدیک به 11000 کیلومتر از راه‌های کشور با درصدهای مختلف تخریب شدند. مجموع خسارات جاده‌ای که تاکنون تخمین زده شده است 1600 میلیارد تومان است. برخی استان‌ها آسیب بیشتری دیدند، به طوری که آسیب در استان‌های لرستان و گلستان بسیار زیاد و در استان‌های اردبیل و مازندران و خوزستان قابل توجه بوده است. مدیر کل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی میگوید در پی سیل اخیر بالغ بر 38528 میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی 12 استان کشور وارد شده است. بنا به گزارش‌های موجود بیش از 50000 واحد مسکونی در جریان سیل آسیب دیدند. مقام‌های ایرانی به رغم بالا بودن میزان خسارات خصوصاً به بخش کشاورزی و زیرساخت‌ها از قبول کمک‌های خارجی خودداری کردند. بابک راد، صدای آمریکا.